اورسولا نیفیلر شهروند شویتسری است. 10 سال می شود که در تاجیکستان زندگانی می کند. با او آب و هوا، طبیعت تازه و آدمان خاکساری تاجیک پسند آمد. تصمیم گرفت که کار و فعالیتش را در دهه های دوردست ادامه دهد. زبان تاجیکی را پوره می فهمد و آزادانه فکرش را بیان می کند. عین حال او در دهه ویشب ناحیه عینی استقامت می نماید. دهه ویشب یکی از دهه های دوردست سخت بوده. از مرکز ناحیه در 40 کیلومتر دوری جایگیر است. زبان تاجیکی یا فارسی یاد گرفتن خواستم. بعد خوب تاجیکی یاد گرفتم، اینجا موندم. قریب 2 سال تاجیکی یاد گرفتم و دانشگاه رفتم. خوب اول کم کم مشکل بود. من عادتا زبان ها تست یاد میگیرم، لیکن برای زبان تاجیکی هم حرف های کیریلی اول یاد گرفتم در کار. من یکان حرف کیریلی ندانستم، کم کم عذاب کشیدم، لیکن خوب بعد از نیم سال کم کم فهمیدم، گپ میزدم. ساختن جمله کم کم اچای بس برای ما، لیکن خوب مردمی تاجیکی به من خیلی یاردم دادند. اینو ما رو وقتی من خطا کردم هیچ وقت نخواندند، ما رو نقد قبول کردند. و برای همین من هم وقتی گپ زدم نترسیدم، چی خیلی توانستم گپ زدم. رقیه نظر و ساکن دهه ویشب است. اولین مراتبه با اورسولا سال 2017 در شهر دوشنبه وخورد. با اورسولا دوستی پیدا کرد و او را به مهمانی دعوت نمود. در دهه همگی 4 روز مهمان شده با تمام استقامت کنندگان شناس گردید. از همان وقت تصمیم گرفت که در دهه ویشب زندگی نماید. وقتی که عذاب اینجا را دخترهای خونشین را دیدن، یک ایده به سرشون زد که من میروم از لایحه خود از دهه رشت به دهه ویشب شما شرطنامه میبندم با تشکیلات جمعیتی زرفشان. و گفتشان استادن، همین خیل شد. با تشکیلات جمعیتی زرفشان شرطنامه بستن. انا علاقه مدت 5 سال میشود که ما در اینجا خانمه ارسولا رو همچون یک استاد خود حساب میکنیم. انا علاقه طول 5 سال است که در اینجا تمام خلق قطع شناس شدن. من چه خیل دو زندگی کشودن، کورس های کوتاه مدت 2 زندگی، کامپیوتر، زبان انگلیسی آموختن. انا امروز علاقه شاگردان بسیار تربیت دادن. اورسولا را در دهه همگان ارزوگل نام میبرند، زیرا او همچون زن لباس ملی ببر می نماید و از عرف و عادت های خلق تاجیک آگاه است. در دهه ویشب اورسولا زمین پلیزی خود را دارد. او از شویتسری تخمی ها آورده است. در اول تخمی ها را همچون تجربه می سنجد. اگر به اقلیم و خاک تاجیکستان موافق آید و خوب نشو نما کند، پرورش آن را به زن های دهه می آموزاند. با همراهی زنان به کشت و کار مشغول می شود. ها اینجا همه چیز خوش رو می روید. اینجا کم کم سایه شد، برای همین همین فنخل که از شویتسری آوردم این قدر خوش رو نشد، فقط دان می کند. خوب دان هم خوب است برای زن ها که می مکد شیر زیادتر می شود، یا اگر چای می کند شکمشون کم دردار می کند. من خودم هم بعض وقت چای فنخل. اورسولا مهمان نواز است. مهمان را همیشه با دسترخوان کشادی تاجیکانه پیشواز میگیرد و برای این ذخیره نیز کرده است. همه سال اورسولا با ذخیره کردن سبزوات و میوه‌جات و حتی گیاه‌های کوهی برای گذرانیدن زمستان مشغول است. اورسولا نیفیلر با گیاه‌های طبیعی شربت آماده میکند که برای هر درد دوا شده میتواند. مثلا او با همراهی زنهای دهه ویشب از گیاه با نام شلخه ملهم آماده میکند که برای درد زانو و درد دندان استفاده برده می شود. طول 5 سال است که با خانم اورسولا همکاری میکنم. از اینو در مدت این 5 سال از اینو از گیاه های همین علف های طبیعی هر خیل گیاه ها دارو ساختن، مز، ملهم، سیروب برای فشار بلند و پست. سیروب ملهم از برگ و گل دولونه. وقتی که برگ دولونه گل میکند، پیش از گل کردنش اول برگش کلام میشود، همون وقت به بعد گل میکند. گل وای رو آورده مای در ریزه کرده، از وای ما سیروب تر میکنیم برای فشار بلند و پست. همچنین او در دهات برای تیار نمودن شربت ریحان، شربت پودینه باغی، جیمی زردالو، شربت آلوچه، سیروپ قوقوتی مشغول است.
بندوبست کردن کنسروه ها را برای زنان کوهسار اورسولا می آموزاند. زنهای دهه برای خود و برای سیاهان آن را آماده نموده ذخیره می نمایند. خوب من شخصا من با همه یاد می دهم و من فرق ندارد زنها باشند مرد ها مایده کلان با من فرق نمی کند. اورسولا در آینده نیز در تاجیکستان زندگیش را ادامه می دهد و میان جوانان آموزش زبان انگلیسی را براه می ماند. گزارش فرهناز نبیوه و دوران ایسابایف برای برنامه اطلاعاتی نوید.